همراه اول، حامی هنر ایران زمین. عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان محترم برنامه کافه آپارات. از پردیس ملت همچنان در خدمت شما هستیم و در این بخش از برنامه مهمون عزیزی داریم، هنرمند گرامی که لطف کردن وقت دادن مهمان کافه آپارات هستن، جناب آقای احسان عبدیپور. خیلی خوش آمدید. مخلصم، زنده باشین. شما هم خسته نباشین، بابت برنامه‌تون در خدمتم. متشکرم. خب آقای عبدیپور، امسال شما در واقع به عنوان مخاطب و بیننده جشنواره رو دنبال میکنید، انشالله باشه سال دیگه با فیلم جدید شما. فیلم های شما همیشه هم رونق میده به جشنواره، هم در واقع جذاب هست. من همون سال تو جشنواره کودک که بودیم و اون فیلم خیلی خوبتون تنهای تنهای تنها بودش، در واقع این اتفاق خیلی خوب رقم خوردش و انشالله که با کار جدیدتون باز هم در کنار جشنواره و رقابتش باشید. بسیار ممنون از لطفتون. متشکرم. خب آقای عبدیپور، شما از فیلم‌های جشنواره موفق شدین کاری رو دنبال بکنین و جشنواره 37 تا الان براتون چه طعمی داشته؟ والا همونجوری که قبل از شروع برنامه بهتون گفتم، من این اولین فیلمی تا الان دیدم و اصلا تهران نبودم، یکم تهران نبودم و تو شهرم نبودم، یکم تو در و دشت بودم، ولی این اولین فیلمیه که حالا رسیدم و دیدم و در تکاپو هم که فیلم های دیگه هم بتونم. فیلم 23 نفره. بله، فیلم 23 نفره آقای مهدی جعفری. خب چطور بود فیلم ارزیابیتون از فیلم؟ خیلی احساسات و در عین حال یه روحیه خیلی احساس خوبی فیلم به آدم میدادش. آره، همه اینا خوبه، منم باش جلو اومدم، ولی این حسرته با هم هست که به عنوان یه مخاطب متوسط هم میتونی بگی که فیلم در چه جاهایی میتونست پیشروی کنه و به چه موفقیت هایی نائل بشه که بله. نشده. یعنی انگار که خود نویسنده به خودش رحم نکرده یا خودش از خودش انتظار بیشتری نداشته. درست. یه فیلمی حدود 60-65% خیلی سینماتور میاد جلو. بله. و به نظر من سالون رو تسخیر کرده بود. هر جا میخواست میخندون و هر جا میخواست ساکت بکنه سالون ساکت میشد. آمبیانس سالون بله. معرف این بود. بله. یهو به نظر من فیلم از یه جای دیگه وا داد و مثلا بخوام مشخص تر صحبت کنم، با آخرش هم زیاد نیستم. اون فازی که حالا وارد فضای دنیای آره درام میاد به واقعیت میپیونده و هیچ کارکرد خاصی هم نداره. آقای عبدیپور، این نکته که شما میگین افت ریتم و به خصوص فینال که حالا با سلیقه شما همخوان نبوده، فکر نمی‌کنید برمیگرده به اون خاستگاه خود سوژه اصلی فیلم، یعنی اون مستندگون بودن که بالاخره دو تا یه محدودیت‌ها و الزاماتی داره. اول اینکه خب خط اصلی درام رو طبعاً نمیشه تغییر داد، مگر اینکه بشه تغییرات جزئی برای دراماتیزه کردن اون انجام داد. هم بگم که منظورم چیه، هم که مخالفت کنم. یه قصه ای داره، حالا ما نباید فیلمو دربارش صحبت کنیم. بله، قصه‌شو باید امانت داری کنیم. قصه ای داره که این قهرمان قصه، حالا غیر از اون 23 نفر، با یک افسر خلبان عراقی قبل از انقلاب سال 53 تو زندان قصر با هم بودن. بسیار قصه عجیب غریبیه. بله. و همون قصه میتونست با طمأنینه بیشتری روایت بشه و شتاب تو روایتش نباشه، چه تو متنش که نگاره شده و چه تو تدوین که بعدها در پست پروداکشن دچار شده. اون خیلی نقطه عطف عجیبی و من تعجب میکنم چرا یک فیلمساز با این تجربه و با این شناخت از این گلای قصهش میگذره و هی به چمنا و به علفاش بیشتر به برگاش بیشتر میپردازه. این 23 نفره یه هویتی میگیرن به نظرم. بله. یه جایی میان و حالا ما منتظریم که یه کاری کنه. من میدونی از کجا فیلم ضربه میخوره؟ از جایی که دیگه فیلم ضد قهرمان نداره. وقتی فیلم ضد قهرمان نداره، شما حالا جیمز باند هم باش، میخوای ارو چی بپری، میخوای کیو بکشی، میخوای کیو بگیری. بله. کسی نیست که تهدیدت کنه. درست. دیگه اوج کنش فیلم میشه که مثلا شما دست به اعتصاب قضا بزنی. اعتصاب قضا هم که ما میدونیم عکس بیرونی که نداره که. درسته. بنابراین از اونجایی که یه ضد قهرمان جوندار غایب میشه یا فیت میشه تو فیلم نمیدونه دیگه بعد جلو کی وایسه. درسته. و ما دیگه اون خود فیلمم در ما انتظار ایجاد میکنه، چون میگم 60-70% خیلی خوب ظاهر میشه فیلم و حال و احوال خوبی داره که این نظر منه. بله، میدونید خب
من با نظرتون موافقم، چون بالاخره روی درام داریم صحبت میکنیم. اینکه حالا بشه این کاراکترها رو به یک نوعی، به نظر من این چالش هم توی فیلم وجود داشته، این کاراکترها رو، این تعداد شخصیت نوجوان رو یه کار کردش که از قالب یک گروه خارج شن، یعنی متمایز بشن، رنگامیزی بشن. راه حلش اون نیست، چون دچار تشتت میشه. ما فیلمی داریم که بخوایم به 23 نفر بپردازیم، بالاخره باید چند تا برجستگی و گروه مواجهی به نظرم باید به عنوان گروه باش رفتار کنیم. حالا یکی دو تا هدم داره بماند. من نسخه پیشنهادتون مثلا فکر میکنید چی بود؟ این باید قصه اون مترجم میبود که هیچ کی، نه عراق نه ایران، دربارش به نتیجه نمیرسه که برای کی میجنگه. خب میدونید که اخیراً حتی این قضیه، این کاراکتر و این آدم امکان بیان شدن پیدا کرده. اخیراً که میگیم یعنی 7-8 سال اخیراً. آره، یعنی حتی در مورد جذاب ترین آدم این فیلم موافقم با اون، چون کاراکتر ملا خیلی جذابه. ما باید با او جلو می اومدیم، از قبل اون اینها را میدیدیم، دامم میدیدیم، اونم میدیدیم، یه چیز دیگه. این میتونست تنه یه قصه باشه. اون وقت دیگه ولی فکر کنم خب اون البته 23 نفر نمیشدش، اون میشد کاراکتر دیگه ای در کنارش. 23 نفر همین بود خانم، 23 نفر گزارشیست از رفتار جمعی 23 نفر در یک دورهی در یک تاریخی سال 62 که تو بغداد چیکار کردن. عمل قهرمانانشون، همین گزارش عمل قهرمانانشون رو مخابره میکنه به فیلم. درست. کنش درونی که ندارن که بله. یه جا یکیش یقه یکیش گرفت 30 ثانیه تمام. این نبود که یه گروه 23 نفرن، یکی میخواد بره به چپ، یکی به راست، یکی میخواد در محور زد حرکت کنه، همشون توی محور ایکس دارن با هم میرن، کنش ندارن. ما دلمون شوره چیزی نمیزنه، نه دوچار دو دستگی هن، نه قرائت های مختلفی، نه یه دسته میگن بریم پاریس، یه دسته میگن نه بریم با صد هیچی نی، همه یک دسته هستن. یعنی اگر با ملا هم میامادیم جلو، ما با همه اینها آشنا میشدیم، اونو به فیلم نشت میکرد، همه چیشو میگرفتیم. از طرفی فیلم صاحب، فیلم دارای صاحب میشد. بله. فیلم صاحب نداره الان، صاحب دراماتیک نداره ها. بله. یعنی ما میخوایم با ملا رفیق بشیم، میگیم نه بریم سمت اونا، میخوایم با اونا رفیق بشیم، میگیم نه بریم سمت عراقی، یا میگیم سمت اون خلبان عراقی. این کل چیزیه که من میخوام بگم. اما نکته فیلمی که برام خیلی جالب بود و به هر زحمتی خودم رسوندم بهش ببینمش، تو این سینما ببینمش، رفیقمه که سعید آلوعبادی که نقش ملا رو بازی میکنه. سعید بله درست رفیق من شده از قبل یه سریالی که داره میمیسه برای شبکه 3 و یه سریال خیلی خیلی خوبیه درباره یه سال مثلا 56 تا 57 8 تو آبادان میگذره. بچه‌ای کاملا با سواد تو حوزه تئاتر بیشتر شناخته شده است و جالبیش اینه که این خیلی اتفاقی توسط دوست دیگه هم سیامک مردانه که دستیار برنامه‌ریز همین کار هست معرفی میشه به آقای کارگردان مهدی جعفری و الان نقشش رو بازی کرد و به نظرم خوب بازی کرده بود. خیلی خوب بوده. خیلی خوب در آورده بود. یعنی بخشی از این جذابیته طبعا تو کاراکتر بطنش بوده، ولی واقعا ایفای نقش ایشون آره آره کاش خودش بودش. میگفت که عین به عین من ملا رو گذاشتم کنار، عین به عین به بوام رجوع کردم. میگه آقام همینجوری بود، فعل و فاعلاش اینجوری عربا قرافتی مثلا وقتی آشنا نباشم. ایناش بعد یه جایی تو سالن میخندیدم، من بغلیام هم نگاه میکنن که چرا میخندم. من کلا به سعید میخندیدم و برام خیلی جالب بود. امیدوارم که دیده بشه فیلم. ولی کماکان ما داریم ضربه میخوریم از فیلم های دفاع مقدسی که میخوان یک برهه رو روایت کنن. برهه که سینما که کار به برهه نداره، که کلاس تاریخ نیست. ما یه آدمی میخوایم ببینیم تو 90 دقیقه 100 دقیقه که حالا با اون آدمه برهه هم میخوای روایت کنه، رشادت هم نشون بده، شعار هم اگه میخوای یواش بده، ولی یکی باید باشه، همه اینا رو یه پلتفرمی باید باشه، ما یه اتاق ماشین روش بذاریم دیگه. درسته. این نیست، ما همش میخوایم یه دلمون کاراکتر محور، یعنی شاید به نظر شما خیلی نیستش، بیشتر در قید فضا، نه فیلم های اخیر که به خصوص بازسازی فضاهای مستند هستن، بیشترشون در قید بازسازی فضای مستند هستن. ما میخوایم رشادت رزمندگان را نشان بدیم. رشادت رزمندگان که سینما نمیشه که یک رزمنده، دو رزمنده، سه رزمنده، اگر ما قلاب اینا به ما گیر کرد تو میتونی 200 تای دیگه هم به ما نشون بدی، ولی همینجوری 3000 تا هم بریز ما با هیچ کدومش بله سمپات نباشیم، میخوایم چیکار کنیم؟ یک جور دقیقاً در یک رده قرار میگیرم. به نظرم واقعا سینمای دفاع مقدس ما نیاز به این نگاه های جدید داره و امیدوارم که این آثار ساخته بشن، همین تحلیل ها و در واقع نقد ها رو به دنبال داشته باشه و انشالله برسیم به اون جایی که آثار راضی کننده تری در این هیته ساخته بشه و خود شما میشالله وارد این هیته، یعنی بشین و اون همه نکاتی که به نظرتون میاد و انشالله ما تو فیلماتون ببینیم. بله. فیلم به لحاظ دکوپاژ و ریتم به نظرم کارشو و ماموریتشو انجام داده. کارگردانی کارگردان معلومه که یک فهم خیلی درستی، چون فیلم بردارم از آقای جعفری، بله، من بله. به دیتیل میشناسمش. بله. اینها خیلی خوبه، منتها فیلم از یه چیزی عمیقا رنج میبره و فیلم
و اون لانگ شاته. بله. فیلم به تو فرصت نمیده که بکشی عقب ببینی کی با کی سر چی دعوا داره، کی کجا نشسته اصلا. درسته. خیلی فضاش خفست و اینم به لحاظ بصری وقتی هی به انتهای فیلم نزدیک میشیم و اونا رو هی از نزدیک دیدیم و نسبت به هم ندیدیمشون، لوکیشن ها رو لانگ ندیدیم، آدم ها رو، کنش ها رو لانگ ندیدیم، هی از یه بله. میتونه دقیقا تو ارتباط با فیلم لطمه بزنه. خیلی ممنون هستم از اینکه نظرتون رو با ما در میون گذاشتیم و در کنار ما و کافه آپارات بودیم. اینا خوردنی هست؟ بله، میتونید میل کنی. نه اینو با اینو میبرم. نوشه جانتون. آقا دم شما گرم. ممنون آقای عبدی بود. قربون شما. متشکر از حضورتون. ممنون. متشکر از شما که ما رو همراهی میکنی. سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر، دهم الی بیست و دو بهمن 1397.